فراوان پاک شهدای راه آزادی وطن. با عرض سلام و احترام خدمت جمله هموطنان بزرگوار و عالی قدر ما، همچنان با تشکر از دوستا و وطندارای گرانقدر که پروگرام امروزی را تدارک دیدن و این زمینه را مساعد ساختن تا ما و شما با هم دیدار و صحبت های داشته باشیم. امروز ما به خود می بالم و خوشحال هستم که خود را جمع وطندارای پاک با احساس و واقعبین خود می بینم که در حقیقت با حمایت خود به ما قوت قلب بیشتر می بخشن. و از جانب دیگر سهمشان را مبارزه ضد بنیادگرایی و تفنگ سالاری ادا می کنم. ما هیچ تو کلمات و الفاظ را نمی آخم که با چی زبان ما از شما تشکر کنم و من کوچکتر از اوستم، صرف همه قدر میگم که حمایت و احساسات شما نه تنها ازی که به ما قوت قلب می بخشه، بلکه به بار مسئولیت های ما بیشتر می افزاده. و یگانه آرزوی ما ایست که روزی همه وطندارای مهاجر ما به وطن برگشته از گوشه و کنار جهان و در فضای سال صمیمیت و آرامش و به دور از سایه و حاکمیت تفنگ سالارا به سر بریم. ما همچنان میخواهیم با استفاده از فرصت از تحفه که وطندارای ما زحمت کشیدن و اول تدارک دیدن، ما از اون نمیدانم که باز هم با چی کلمات تشکر کنم. صرف به قرار میگم که احساسات بزرگ شما در اون تحفه نهفته است و ما همیشه قلب ما با شما خواهد بود، هرچند شرایط زندگی اجازه نمیده و مصممتر از قبل به مبارزه خود ادامه خواهد داد. یک تعداد وطندارای ما مرا با ملاله میوند قهرمان ملی کشور ما مقایسه کردن. ما بارها گفتیم که ما و ملاله میوند زمین و آسمان با هم تفاوت داریم. ما صرف رسالت و وظیفه وجدانی خود در قبال ملت و وطن خود انجام دادیم و این کوچکترین کاری بود که ما کردیم و آرزو می کنم که خداوند به ما انرژی بیشتر بده، توان بیشتر بده تا اینکه همونطور که شایسته است مستر خدمات بیشتر و بیشتر به وطندارای خود گردم. هموطنان بزرگوارم، شاید شما انتظار داشته باشین که ما صحبت خود از پارلمان شروع کنم. البته من ترجیح می دم که صحبت خود البته با اشاره به جو عمومی حاکم آغاز کنم و همینطور اشارات هم به این نکته خواهد داشتم. و ما باور دارم که شما از کشور عزیز ما دو تصویر دارم، یک تصویری که قبلا داشتن و یکی هم تصویری که از سیمای فیلی از طریق رسانه های خبری دارم. میخوایم بگویم او تصویری که شما دارم خلاف واقعیت های سیاه و پرفاجعه موجود در کشور ماست. متاسفانه رسانه ها فساد، بیعدالتی، جنایتکاری و حق تلفی را طوری که باید انعکاس بده نمیدن. و شایدم وطندارای ما انتظار داشته باشند که ما از تغییراتی که در افغانستان آمده از او به او اشاره کنم. ما میخوایم بگویم که بسیار کوچک و ناچیز بوده و دلیل که چرا تغییر اساسی تا امروز در کشور ما نمیاید به همگی وطندارای ما شاید معلوم باشد. کشور ما شما هنوز هم اسیر دست او کسایی است که زمان بچه های نازدانه سیایی بودن. مردم ما هرگز افشا نکرد. مردم ما هرگز خیانت نخواهد بخشید که امریکا و متحدانش طالبان را نابود ساختن، اما به جای طالبان ائتلاف شمال یعنی برادرای طالبی را با او افکار خرونستایی و ضد زنشان به قدرت رساندن، البته با ماسک و خلاصه با شعار دموکراسی. امریکا با این عمل خود در حقیقت مردم ما را از زیر ناوک کشیدن و زیر چکک قرار دادن و یک بار دیگر با این عملشان شیشه امید استقرار، آزادی و دموکراسی را در کشور بدتالی ما به سختی شکست. ببخشید شکستاندن. هموطنان عزیز،
امریکا به جای از اینکه یک عذرخواهی رسمی را از وطن دارای ما بکنند، البته از نظر به جنایات که در گذشته مرتکب شدند و تربیه او کسایی که ملت ما را به این حالت رساندند، میبینیم که با چند بار است میگن از طریق مطبوعات که ما اشتباه گذشته را تکرار نمیکنیم، اما میبینیم که نه تنها از اینکه تکرار، بلکه به شکل عمیق‌تر و پرفاجعه‌ترش تکرار میکنه در کشور ما. با گواهی دیدبان حقوق بشر، شاید همه شما با نام این کتاب آشنا باشید که من ایره به شکل یک سند، یک نهاد مهم دولتی ببخشن بین المللی است که هیچ کس اعتبار از ایران نفع کرده نمیتانه. با گواهی البته نشریه کشور ما شما زیر سایه جنایتکارا، هیروین سالارای جنایتکار جان میکنه که مهمترین مقامات و چوکی ها را در پارلمان، قضا و حکومت در اشغال دارند. امروز کشور ما شما در منگنه دو آتش گیر کرده. از یک طرف ائتلاف شمال که قبلا صرف حمایت ISI را با خود داشت و امروز میبینیم که حمایت امریکا و متحدانش هرچی بیشتر با خود دارد، و از طرف دیگر تروریست های طالب و القاعده که حمایت رژیم ها و سازمان های بنیادگرا را در سراسر دنیا با خود دارند. امروز در کشور ما شما که صحبت از آزادی زن میشه، برای ایمه های 13 ساله به حرمتشان دست درازی میشه، آمنه های جوان و بیگناه بدون کدام بازپرس سنگسار میشن، نادی انجمن ها توسط شوهران خود ظالمانه به قتل میرسند، در حالی که یقیناً و شوهرش میفهمه که در این کشور ایتو قوه جریان وجود نداره که از یا پرسان شد که چرا دستم چوی عمل میزن. در این شرایط میبینیم مسکاها صرف خاطر حفظ ناموس خود خودکشی را ترجیح میدن، و یا میبینیم در روز روشن با وجود حضور 6000 نیروهای حافظ سال، کلمنتینا ها، کمپونی ها، البته اختطاف میشن، کسایی که و میخوایم حس بشر دوستی دارن و میخوایم به مردم ما شما خدمت کنن، و یا خودسوزی زنا میبینیم روز به روز به اوج خود میرسه، بخصوص در ولایت سمت غرب. نمیفهم از کدام بدبختی اولتر به شما بگویم. این درست است که در کابل زنا مثلا بدون چادری میبراین، و یا ای که در دفاتر وظیفه دارن، و یا ای که میبینیم که نسبتا امنیت در کابل است، اما ما شما باید ولایت دور افتاده را در نظر بگیریم. در اونجا زنها چی وضعیت دارن؟